تمام این نهادها به ایران گفتن که نمیشه این تجهیزات رو به ایران بفرستن، چون این تجهیزات رو اصلا نمیشه تکون داد. اصرار ایران بر خواندن جعبه سیاه هواپیمای اوکراین در داخل به رغم نداشتن امکانات فنی، کانادا میگوید با گذشت بیش از یک ماه از حادثه حالا باید به روش‌های دیگر فکر کرد. در 60 دقیقه میپرسیم برای حل مشکل چه میتوان کرد. اینجا در مونیخ آمریکا میگوید دنیا باید چین را به عنوان تهدیدی به صلح جهانی جدی بگیرد و همینطور تهدیدها از سوی ایران را. همچنین در برنامه امشب برای پرندگان مهاجر ایران خبری از مهمان نوازی نیست. بازار پرندگان فریدون کنار در قبضه مافیای شکار. جاذبه نمایندگی مجلس طرفداران نامزدها را به رقص می آورد. ورود به بهارستان چند در می آید؟ دستا تو بستن، قلب تو شکستن، این وصف سزاوار تو نیست ای مجد پرگوهر. و مرز پرگوهر، کار مشترک علی عظیمی و گلشیفته فراهانی، انعکاسی از شرایط امروز ایران. با کارگردان این موزیک ویدیو صحبت میکنیم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. مناقشه ایران و آمریکا، توافق احتمالی کاخ سفید با طالبان و هشدارهای دولت دونالد ترامپ درباره توسعه نفوذ چین بر نشست امنیتی مونیخ در آلمان سایه انداخته. نشستی سالانه با حضور هیئت‌های سیاسی و نظامی عالی رتبه و با تمرکز بر موضوع امنیت بین الملل. وزیران خارجه و دفاع آمریکا فعالانه کوشیدند تا دو نقطه را برای جهان غرب به عنوان کانون‌های تهدید معرفی کنند، تهران و پکن را. در همین گیرودار چندین کشور از ایران خواسته تا موضوع جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراین در حوالی تهران را روشن کند، جعبه سیاهی که زمینه برای یک کشمکش دیگر شده. در هر صورت آمریکا چقدر از این نشست برای بیشتر کردن فشار بر ایران بهره برده؟ خبرنگار ما کسرا ناجی از مونیخ، محل برگزاری کنفرانس، با ماست. کسرا، به نظر میاد روز بسیار پرمشغله‌ای بوده برای هیئت‌های متعدد در اونجا. درسته، روز طولانی بود اینجا. بعد از ظهر امروز ایران مسئله عمده جلسات جانبی کنفرانس بود و اینکه چطور میشه تنش رو در منطقه خلیج فارس کاهش داد، چطور میشه تنش رو میان ایران و آمریکا کاهش داد. درباره این بیشتر صحبت میکنیم، اما اینو بگم که صبح وقتی که روز دوم این کنفرانس شروع شد، این کنفرانس با سخنان وزیران دفاع و خارجه آمریکا شروع شد که هر دو در سخنانی بارها و بارها تاکید کردند که چین تهدید بزرگی است به امنیت جهانی، به دموکراسی، به آزادی در دنیا و دنیا باید این رو جدی بگیره. قبلش هم دیروز نانسی پلوسی که رئیس مجلس نمایندگان کنگره بود، او هم دیروز تاکید زیادی به چین داشت به عنوان یک تهدید جدی. به نظر میرسه که این خط تازه است از طرف آمریکا، تاکید تازه است از طرف آمریکا که چین باید دشمن شناخته بشه و اینکه کشورهای دیگه به خصوص اروپایی ها باید این رو جدی بگیرن. این رو هم گفتن که آمریکایی‌ها که نمیخوان با چین وارد جنگ بشن یا وارد تخاصمی بشن، فقط صحبت از اینه که به هر حال باید وضع چین رو بهتر دانست، به خصوص پیشروی‌های اونها رو از لحاظ تکنولوژیک که اون رو ابزاری برای تاثیرگذاری و همچنین برای جاسوسی میدونن. در روز دوم کنفرانس اینجا در مونیخ روشن است که تا آنجا که به آمریکا مربوط می شود جنگ سرد تازه‌ای آغاز شده، این بار در مقابل چین.
وزیران خارجه و دفاع آمریکا امروز اینجا صحبت کردند. سخنانی که در آن مرتباً به چین به عنوان تهدیدی بزرگ به آزادی و دموکراسی و امنیت نه تنها آمریکا که جهان معرفی شد. چین حقوق مناطق تجاری ویتنام، فیلیپین و اندونزی را نقض می‌کند. در همین زمینه چین تقریباً با همه کشورهای همسایه اختلاف زمینی یا دریایی دارد. یا بگذارید در مورد مسائل امنیتی سایبری حرف بزنیم. هواوی و بقیه شرکت‌های چینی که دولت چین حامی آنهاست برای دستگاه‌های امنیتی آنها نقش اسب‌های تروا را دارند. روسیه با برنامه‌های انتشار اطلاعات غلط در تلاش از شهروندان ما را به جان همدیگر بیاندازد. حملات سایبری ایرانی‌ها شبکه‌های کامپیوتری خاورمیانه را آلوده کرده. تهدید فیزیکی امنیتی، تهدید سایبری امنیتی و باج طلبی اقتصادی. روسیه در پی حفظ نفوذ در آسیای مرکزی است. چین خواهان سکوت دیگران در قبال تایوان و هنگ کنگ است تا قراردادها پشت سر هم منعقد شود و وقتی کشورها نتوانند وام‌های سنگین آنها را باز پرداخت کنند، تأسیسات زیربنایی آنها را در اختیار می‌گیرد. مسائل مربوط به ایران هم روز دوم را تحت شعاع قرار داد، از جمله خودداری ایران از تحویل جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی به یک کشور خارجی، احتمالاً فرانسه، برای بازخوانی آن. وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با NBC آمریکا گفته که ایران نه توانایی خواندن این جعبه‌ها را دارد و نه آنها را برای بازخوانی به خارج خواهد فرستاد. چیزی نیست که ما بخواهیم پنهان کنیم، چون اعلام کردیم که هواپیما اشتباهی سرنگون شده، اما چیزی هست که آنها بخواهند مخفی نگه بدارند. این سوال ماست. من طرفدار تئوری توطئه نیستم، ولی این سوال دائما برایم مطرح باقی مانده. چرا آنها لوازم خواندن اطلاعات جعبه سیاه را به ما نمی‌دهند؟ چیزی در این جعبه سیاه هست که آنها نمی‌خواهند ما از آن سر در بیاوریم؟ این سوال مهمی است. پس شما جعبه سیاه را در اختیار دارید، به خارج نمی‌فرستید، ولی خودتون هم نمی‌تونید اطلاعاتش رو بخونید. پس همینطور افتاده یه گوشه؟ بله، افتاده گوشه ای، ولی در اختیار همه طرف‌های درگیر این موضوع هست. اینجا اما مقام های گروه بین‌المللی واکنش و هماهنگی متشکل از کشورهایی که اتباع آن در سقوط هواپیمای اوکراینی کشته شدند مصر هستند که ایران نه تنها جعبه های سیاه را برای تجزیه و تحلیل به فرانسه بفرستد که به خانواده های کشته شدگان غرامت بپردازد بر اساس استانداردهای بین‌المللی. اما تنش در منطقه خلیج فارس و در عراق و سوریه هم اینجا در این کنفرانس از نگرانی های مهم است. جمال، بعد از ظهر امروز ایران همونطوری که گفتم موضوع اصلی جلسات جانبی بود. محمد جواد ظریف صحبت کرد، بعدم گروهی از وزیران خارجه کشورهای منطقه و بعدش هم وزیر خارجه عربستان. آقای ظریف صحبت از این کرد که آمریکا بهش، رئیس جمهور آمریکا داره مشاوره غلطی میگیره. قبلا بهش مشاوره داده بودن که ایران ظرف چند روز و چند ماه سقوط خواهد کرد، که اینجوری نشده و ایران همچنان مقاومت خواهد کرد در مقابل این سیاست فشار حد اکثری. نکته جالبی مطرح کرد راجبه این که روز بعد از اینکه قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در عراق کشته شد، آقای ظریف گفتش که ایران پیامی از طرف عربستان دریافت کرد که در اون پیام عربستان گفته بود که دلش میخواد، علاقمنده که روابط رو بهبود ببخشه بر اساس احترام متقابل. آقای ظریف در جواب گفتش که ما بلافاصله جواب دادیم که ما هم همچین چیزی رو میخوایم، و بعد آقای ظریف گفت اما عربستان دیگه این رو دنبال نکرد و سکوت مطلق بود از طرف عربستان. جالب اینه که یک ساعت بعد از اینکه این صحبت ها تمام شد، وزیر خارجه عربستان صحبت کرد، پرنس فیصل بن فرهان آل سعود. اونجا او گفت، ازش پرسیده شد که آیا شما پیام مشخصی فرستادید به ایران؟ گفتش که نه، ما هیچ پیام خصوصی نفرستادیم، آنچه که گفتیم همون پیام های علنی ماست که همیشه گفتیم که حاضریم روابط خوبی با ایران داشته باشیم اگر ایران قبول کنه که رفتارش در منطقه مضر و حاضر باشه رفتارش رو عوض کنه، که نمیخواد این کار رو بکنه. بنابراین مذاکره با ایران فعلا
موردی نداره و بیهوده است. به هر حال برای بررسی بیشتر این مسائل اینجا علی واعظ رو دارم، مدیر ایران در گروه بین‌المللی بحران. آقای واعظ، شما بودی تو این جلسات، تمام مسائل رو دنبال کردید در مورد ایران، چی فکر کردید؟ ایران چه گفته شد دربارش؟ ببینید، کاملا مشخص است از صحبت‌هایی که امروز شد که ایران واقعا در یک شرایط بنبست قرار داره. یعنی ایران منتظر هست که آمریکا تغییر سیاست بده و آمریکا در شرایطی است که احساس می‌کنه فشار حداکثری داره جواب میده و بنابراین آمریکا بعید می‌دونم که واقعا تغییر سیاست عمده‌ای بده. و همونطور که وزیر خارجه عمان در صحبت‌هاشون گفتن، به نظر میاد که این شرایط فعلی تا انتخابات آمریکا لااقل حفظ خواهد شد. خطر در این هست که شرایط فعلی شرایط پایداری نیست، یعنی امکان این که ما دوباره به یک چرخه تنش برگردیم و درگیری‌های بیشتری پیش بیان کاملا وجود داره. احساس کردم که ایران رو و آقای ظریف رو در همون مرتبه‌ای که ما در سال‌های گذشته اینجا شاهدش بودیم قرار ندادن امسال. مثلا صحبت‌هایی که در مورد ایران بود به سالن‌های جانبی کشانده شد. خود آقای ظریف در اول جلسه شکایت کرد که چرا اینجا این جلسه داره برگزار میشه. آیا این به نظر شما ربطی به تحریم‌های آمریکا علیه شخص او داره؟ شاید برگزار کنندگان این کنفرانس نخواستن شاید ایران رو و آقای ظریف رو بزرگ کنن اینجا؟ ببینید، بدون شک نقش آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ بسیار مهم هست. از کنگره بسیاری از اعضای کنگره شرکت میکنند. متاسفانه ارتباط ما با مونیخ قطع شد. همکارم کسرا ناجی در حال گفتگو با علی واعظ بود از سازمان بین‌المللی بحران. به محض اینکه ارتباط ما دوباره وصل بشه حتما با کسرا ناجی صحبت خواهیم کرد و آنچه که در مونیخ در حال رخ دادن هست رو پی خواهیم گرفت. ولی اجازه بدید گفتگویی داشته باشیم با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم، از همین شهر با ما. آقای محمودی، گفتگویی همکارم کسرا ناجی انجام داده با مقام‌های کانادایی، وزیر خارجه کانادا، حرفایی هم در مونیخ مطرح است مبنی بر اینکه گویا ایران ضمن اینکه توان خواندن جعبه سیاه رو نداره از ارسال اون به یک کشور دیگه پرهیز میکنه. در این مناقشه از نظر شما موضع کدوم طرف، ایران یا مخالفان، به قانون نزدیکتر؟ ضمن اون که اجازه بدید اول صدایی داریم از که از وزیر امور خارجه کانادا در گفتگو با همکارم کسرا ناجی که همین الان آماده شد اون رو گوش میکنیم، بعد آقای محمودی گفتگو رو ادامه میدیم. Over the last 30 days, one of the requests of Iran was to acquire the equipment. در 30 روز گذشته ایران خواسته تجهیزات لازم برای خوندن این جعبه های سیاه رو به دست بیاره. اما اگه بعد از 30 روز این اتفاق نیفتاده، پس باید به راه حل های دیگه فکر کرد. فرانسه به ایران پیشنهاد داده که این کار رو بکنه. اوایل ایرانی ها با نهادهای ایمنی حمل و نقل در آمریکا، کانادا و فرانسه تماس گرفتن و من متن مکاتبات اونها رو دیدم. تمام این نهادها به ایران گفتن که نمیشه این تجهیزات رو به ایران بفرستن، چون این تجهیزات رو اصلا نمیشه تکون داد. این تجهیزات بیشتر شبیه یک لابراتوارن. نمیشه تمام یک لابراتوار رو برد ایران. پیوست شماره 13 کنوانسیون جهانی هوانوردی میگه که اطلاعات جعبه سیاه باید بدون تأخیر خونده بشه. همونطور که به وزیر خارجه ایران گفتم، اینکه کشورها این بند بدون تأخیر رو هر طور دلشون بخواد تفسیر کنن، بدعتی در نظم و قوانین بین المللی میذاره. این مسئله یک راه حل داره. جعبه سیاه رو بفرستید فرانسه تا در حضور مقام‌های ایران، فرانسه، کانادا و اوکراین و بقیه اطلاعات اونها رو دانلود و آنالیز کنن. اینطوری کاملا شفاف خواهد بود. من همیشه گفتم بهترین راه مقابله با بی‌اعتمادی شفافیته و جهان خواهان شفافیته. خانواده‌های ایرانی هم می‌خوان بدونن که چه اتفاقی افتاده. به همین خاطر ما به ایرانی‌ها گفتیم می‌دونیم که بر اساس کنوانسیون شما حق دارید، اما باید قبول کرد که بعد از 30 روز اگه هنوز موفق نشدید باید به گزینه‌های دیگه هم فکر کنید. فرانسوا فیلیپ شامپانی بود، وزیر امور خارجه
کانادا. آقای محمودی، در این مناقشه سر جعبه سیاه از نظر شما کدوم طرف موضعش به قانون قوانین بین الملل نزدیکتر، ایران یا طرفهای مقابل؟ به نظر میرسه نظر کانادا به متن کنوانسیون شیکاگو و پروتکل شماره 13 که بهش اشاره شد خیلی نزدیکتره تا اون چیزی که دولت ایران میگه. البته فقط مسئله نیست که در پروتکل شماره 13 این مسئله تاکید شده که با دولت محل حادثه باید سریعا در واقع به خوندن یا تسهیل لازم رو برای خوندن جعبه سیاه فراهم بکنه. مسئله دیگه هم هست، از جمله مثلا در ماده 3 همین زمینه پروتکل شماره 13 نوشته شده که بعد از اینکه حادثه اتفاق افتاد آثار حادثه رو باید دست بهش نزنن تا در واقع تحقیقات به طور کامل انجام شه، در حالی که می‌دونیم که در این مورد قبل از اینکه نماینده‌های اوکراین یا کانادا یا بقیه کشورها به ایران برسن آثار رو در واقع پاک کرده بودن کاملا، شاید بدون اطلاع از این وظیفه حقوقی که دولت محل حادثه داشت. مسئله دیگه این است که باز در همون پیوست که ایشون بهش اشاره کرده پروتکل شماره 13 مشخصا نوشته شده که اگر کشور تحقیق کننده خودش لوازم لازم رو برای خوندن اطلاعات پرواز نداره باید از امکاناتی که کشورهای دیگه در اختیارش میذارن استفاده بکنه. البته این میشه تفسیر کرد که در اختیارش میذارن یعنی که مثلا همینطور که ایران انتظار داره یه لابراتوار بزرگ رو به ایران ببرن یا اینکه در واقع دانش فنیش رو ببرن اونجا و در ایران خونده بشه. به هر حال هر جور ما اینو تفسیر بکنیم با توجه به اینکه در موارد مشابه از جمله سال گذشته در همین موقع دهم مارس 2019 هواپیمای بوئینگ 737 مکس هواپیمای اتیوپی که ساقط شد دولت اتیوپی 2 ماه صبر کرد و خودش هر کاری میتونست کرد که این جعبه سیاه رو بخونه، نتونست به فرانسه فرستاد که خونده بشه. بنابراین در این مورد به نظر من همه شواهد داله بر این است که دولت ایران اگر خودش قادر به خوندن نیست که ظاهرا نیست باید این رو در اختیار یه دولت دیگه بذاره که این کار رو بتونن بکنن. خب اگر ایران نخواد همکاری بکنه کار به کجا خواهد کشید؟ والا حقیقتش این است که نه در کنوانسیون شیکاگو نه در این پروتکل شماره 13 هیچ جا ایران رو از نظر حقوقی ملزم نکردن که جعبه سیاه رو به کشور دیگه بفرسته. متن به اصطلاح در واقع روح این کنوانسیون یا زبان کنوانسیون و پروتکل یه زبانی است که حق اصلی رو به کشور محل حادثه داده که هر جوری میخواد این تحقیقات رو انجام بده، ضمن اینکه به طور قطعی نوشته شده که باید همکاری بکنه، باید سعیش رو بکنه، باید از همکاری بقیه استفاده کنه. اگر ایران این کار رو نکنه کشورهای دیگه طبعاً راه دیگری نخواهند داشت جز اینکه به شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری شکایت بکنن مبنی بر اینکه ایران وظایفش رو انجام نمیده و در اونجا اون وقت به این مسئله رسیدگی میکنن که آیا این نقص هایی که تا حالا صورت گرفته و اینکه ایران ضمنی که خودش نمیتونه این رو بخونه نمیخوادن بهش کشور دیگه بده، آیا این رو میشه یه نقض کنوانسیون و پروتکل محاسبه کرد و اگه اینجوره چه تنبیهاتی رو اون سازمان برای ایران در نظر بگیره. در نهایت البته همیشه این امکان هست که به دادگاه بین‌المللی لاهه مراجعه بشه برای اینکه در کنوانسیون این پیشبینی شده که اگر دعاوی مربوط به نحوه اجرای این کنوانسیون باشه و اختلاف نظر بین اعضای کنوانسیون باشه هر کدومشون میتونن مسئله رو به دادگاه بین‌المللی لاهه مراجعه رجوع بدن، چیزی که برای ایران خیلی خیلی به نظر من سنگین‌تر تمام میشه اگه کار به اونجا برسه. ولی البته من اینم باید اضافه بکنم که شخصا نظرم این است که برخلاف نظر آقای ظریف که الان شما مطرح کردید، آقای ظریف گفتن که این موضوع احتمالاً علتش این است که ایران در واقع شک داره که کشورهای دیگه یه چیزی رو از ایران پنهان بکنن اگه این جعبه سیاه رو بخونن. به نظر من بیشتر عکسشه، یعنی اینکه با توجه به یک سوء ظنی که علل اصول ایران نسبت به کشورهای غربی داره این نگرانی هست که اگر این جعبه سیاه به یک کشور دیگه فرستاده بشه حتی اگر با نظارت ایران هم این جعبه بخونن
ممکن است از اطلاعاتش سوء استفاده بشه، مثلا ادعا بشه که بر اساس اطلاعاتی که ما دیدیم این حادثه عمدی بوده، که اون وقت اصلا این مسئله از حادثه تبدیل میشه به یه جرم بین المللی. و ایران متأسفانه در مسائل در موارد مشابه تجربه تلخی داره در مورد پرونده اتمی که بازرسایی رو که می‌خواستن به ایران بفرستن اعمال نظر روشون می‌شد. بنابراین با تردید و شک به اینکه این جعبه مثلا به فرانسه بره و اونجا هم درست خونده بشه و عادلانه اعلام بشه که چیه، یه مقدارش ممکن است این باشه که تردید دارن در فرستادن جعبه. مورد مشابهی قبلا رخ داده که حل و فصل شده باشه و به اون بشه به عنوان یک مدل نگاه کرد؟ من سراغ ندارم. و بعدم اینا من باید اضافه بکنم، وقتی آدم متن کنوانسیون یا پروتکل رو میخونه این سوال براش پیش میاد که چرا اینقدر این مسئله مهمه که کشور محل حادثه اینقدر بهش قدرت داده شده توی که اونان که در واقع تعیین میکنن. به هر حال به هر دلیلی چون کنوانسیون مال 1944ه، یعنی در زمانی که مسئله حاکمیت ملی خیلی خیلی مهم بود در حقوق بین‌الملل، اگه الان این کنوانسیون رو تصویب میکردن شاید متنش یه جوری دیگه بود. به همین دلیل اساس بر این است که اگر یه حادثه‌ای مثل این اتفاق بیفته طبیعی است که اون کشور محل حادثه باید اگه خودش وسایل فنی برای خوندن جعبه سیاه نداره باید به کشورهای دیگه مراجعه کنه و کمک بخواد. همونطور که حالا تا اونجایی که عرض کردم آخریش همین مسئله اتیوپی بود این کارو کردن. من سراغ ندارم کشوری که اصرار بکنه در یه موارد مشابه که نه اینو خودمون میتونیم بخونیم و نه میفرستیم به خارج. ممنونم از سعید محمودی استاد روابط بین الملل از استکهلم سوئد با ما. اما ارتباط ما باز با کسرا ناجی در مونیخ آلمان برقرار شده. کسرا مشغول گفتگو با آقای واعظ بودید که ارتباط ما قطع شد، احتمالاً آقای واعظ الان از پیش شما رفته، ولی اگر کوتاه بگید که بحث به کجا رسید و ادامه بحث به کجا خواهد رفت؟ جمال، علی واعظ باید میرفت متاسفانه. قول قرار قبلی ما هم این بود که خیلی سریع ما مصاحبه‌مون رو باهاش تمام کنیم چون قرار داره جایی باید میرفت، بنابراین او رو فعلا از دست دادیم به خاطر این قطعی صدا. نکته آخرین نکته باهاش در واقع این بود که به نظر میرسید که یه مقدار مسئله ایران به جلسات جانبی پاس داده شد اینجا امروز، گرچه همه توافق داشتن که یکی از بحران‌های بزرگ جهانی همین منطقه خلیج فارس، روابط ایران با آمریکا، احتمال جنگ دوباره بین دو طرف و اینها، ولی در مجموع به نظر می‌رسید به همه حرفا که گوش کردیم همه همون جوری که علی واعظ هم گفت همه سر جای خودشون ایستادن، هیچ حرکتی از هیچ طرف دیده نمیشه. آمریکایی‌ها به فشار حداکثری دارن ادامه میدن، از کشورهای دیگر هم اینجا دارن زیر فشار بیشتر میگذارن کشورهای دیگر رو که با این سیاست همراه بشن، و ایران و عربستان و کشورهای منطقه هم سر مواضع خودشون ایستادن. بنابراین اینجا در این جلسات ما امیدی به اصطلاح کاهش تنش در منطقه در ارتباط با ایران نبودیم و نیستیم. ممنونم از کسرا ناجی همکارم در مونیخ آلمان. و اما نامزدهای نمایندگی مجلس ایران تا پنجشنبه فرصت دارند تبلیغات انتخاباتی خودشون رو ادامه بدن. این تبلیغات گاهی چنان پرهزینه است که درآمد دوران 4 ساله نمایندگی نمیتونه هزینه ها رو تأمین بکنه. این هفته مجموعه گزارش هایی خواهیم داشت درباره انتخابات پیش رو. در اولین گزارش فرنوش امیرشاهی نگاهی کرده به دخل و خرج نمایندگی مجلس در ایران. نماینده شدن در مجلس ایران سخت و پرهزینه است. وقتی کاندیداها از مرحله بررسی صلاحیت‌های شورای نگهبان بگذرند، تازه وارد رقابت برای تبلیغات انتخاباتی می‌شوند. کاری که برای پیروزی باید هر آنچه در چنته دارند رو کنند. این مراحل خرج زیادی روی دستشان می‌گذارد.
با گرانی و افزایش نرخ تورم، هزینه‌های تشکیل ستاد انتخابات و تبلیغات سرسام‌آور شده. مثلا فقط در یک مورد، چاپ 1000 بنر 1 متر در 1 متر برای نصب در خیابان حدود 30 میلیون تومان تمام می شود. 10,000 تراکت تبلیغاتی روی کاغذ گلاسه دورو و در قطع A4 هم هول و هوش 4 میلیون تومان می شود. البته نامزدهای انتخابات معمولاً بیش از این تعداد به پوستر و بنر احتیاج دارند که این یعنی خرج بیشتر. به همین نسبت میتوان سایر هزینه‌های تبلیغات مثل تأمین محلی برای برپایی ستاد انتخابات، تجهیزات فنی، نیروی کار و ایجاد وبسایت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را هم محاسبه کرد. به جز این موارد، عموماً نامزدها به ویژه در حوزه‌های کوچکتر برای جلب رأی سفره‌های شام و نهار برپا می‌کنند. در مواردی که رقابت فشرده تر است، ساخت فیلم‌ها و کلیپ‌های تبلیغاتی هم بر آرا تأثیر دارند. میشه یه قرارداد بنویسیم که یه خونه شکلاتی بسازن؟ تأمین چنین هزینه‌های به نرخ روز میلیاردی است. اما همه نامزدها چنین ثروتی ندارند. به خصوص اگر از سوی احزاب و گروه‌ها حمایت نشود. پس این پول از کجا تأمین می‌شود؟ من خرج نگم، مردم خرج کردن. زمین دارم، ملک دارم. توضیحات این نمایندگان مجلس فعلی یک روی قضیه است. اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. اگر از خرید و فروش رای و پولهای کثیف در انتخابات بگذریم، کسانی که برای نامزدها پول خرج می کنند، نیم نگاهی هم به بازگشت سرمایهشان دارند. سرمایه گذاران و هواداران هر نامزد انتخاباتی مثل هر سرمایه گذار دیگه‌ای وقتی که این هزینه‌ها را انجام میدن در نهایت مطالباتی دارند و انتظاراتی دارند که اون مطالبات و انتظارات میتونه در چارچوب قانونگذاری یا اعمال نفوذ سیاسی یا استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و سیاسی یک فرایند فسادآمیز و مفسدآمیزی رو در کشور به وجود بیاره. با این حال همه چیز به قبل از انتخابات و زمان تبلیغات محدود نمی شود. اگر کاندیداها به مجلس راه پیدا کنند، درآمدهای نمایندگی نمی تواند مخارج تبلیغات را برای بسیاری از آنها تأمین کند. اواخر دیگه رسیده بود به 11 تومان. به آنچه این نماینده سابق مجلس می گوید، باید حقوق ماهانه و بعضی دریافتهای دیگر را هم اضافه کرد. هرچند نمایندگان مجلس به صراحت میزان دریافتی خود را اعلام نمی کنند و بعضی حتی ترجیح می دهند همچنان حقوق ماهانهشان را از مراکز دولتی که قبل از نمایندگی مجلس در آنجا مشغول بودند بگیرند، اما بر اساس برآوردها می توان گفت حقوق نمایندگان مجلس نزدیک به 10 میلیون تومان است. به علاوه در شهری مانند تهران، نمایندگان ماهانه 4 میلیون تومان برای تهیه ماشین و حدود 6 میلیون تومان هم اجاره مسکن دریافت می‌کنند. سایر هزینه‌های نمایندگی مثل اجاره دفتر، استخدام نیرو و بلیت هواپیما ماهانه بیش از 15 میلیون تومان می‌شود. به طور متوسط کل درآمد 4 ساله نمایندگان از مجلس نزدیک به 400 میلیون تومان برآورد شده. اگر این مبلغ را در کنار هزینه‌های میلیاردی تبلیغات انتخابات بگذاریم، به نظر می‌رسد دخل آنها با خرجشان نمی‌خواند. به ویژه برای نمایندگان شهرستان‌ها که مراجعان زیادی دارند، درآمدهای مجلس کفاف مخارجشان را نمی‌دهد. در این صورت چرا چنین ماراتون نفسگیری برای رسیدن به صندلی‌های سبز مجلس در جریان است؟ تأثیر نفوذ سیاسی نماینده در مجلس بر اعطای تسهیلات، صدور مجوزها یا رانت‌های اطلاعاتی و تسهیلاتی باشه که او میتونه نصیب همراهان، هواداران و سرمایه گذاران خودش یا اعضای فامیل یا نزدیکان به قوم و قبیله خودش بکنه. البته نمیتوان چنین موضوعی را به همه نمایندگان مجلس تعمیم داد. با این حال موارد متعددی از فساد اقتصادی نمایندگان در دوره‌های مختلف مجلس در ایران مطرح شده. از جمله فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس دهم به اتهام اخلال در بازار خودرو مدتی بازداشت شدند. یه تعرفه رو تو کمیسیون تلفیق بتونن
یه ذره بالا پایین کنن طرف رو در واقع دست دولته، ولی بعضی وقت در مسائل خاصی مثل خود رو من استخالت میدونم طرف گذاری میکنه بالا پایین کنن، یه بدون چیز پول از جایی از جاهایی به یه جای خاصی میره. استفاده از موقعیت سیاسی ارتباط‌های گسترده با نهادهای قدرت و اقتصاد آنقدر فریبنده هست که بسیاری به خاطر آن به آب و آتش بزنند و وارد کارزاری سخت و پرهزینه شوند. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. علی اکبر موسوی خوینی نماینده پیشین مجلس از واشنگتن با ما هستن. آقای موسوی، اگه بخوایم از نظر سود و زیان نمایندگی امتیازات نمایندگی رو محاسبه بکنیم، چه جذابیتی داره؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان گرامی. البته بنده مریلند هستم خدمت شما هستم. در شرایط موجود به خصوص اگه بخوام حساب بکنیم، واقعیتش بخواید برای کسی که مهندسی انتخابات رو کرده، یعنی رهبری کشور که دو سوم کرسی ها رو معلوم کرده، واقعیتش اینه که بیشترین سود رو در واقع اونها میبرن به کسایی که دارن این رو این فرم انتخابات فرمایشی برگزار میکنن. و در مرتبه دوم بعضی از افراد نمایندگان تحت عنوان کاندیداتور یا نماینده، بعضی هاشون رو دارم تاکید میکنم خدمتتون، که بتونن تضمین شغلی و ثباتی که برای فعالیت های خودشون دارن و به هر حال یک جورای سرگرمی برای اون هست، متاسفانه زیان اصلی برای مردم هست. در ارتباط با ساختار کلی مجلس راجع به انتخابات اگه بخوام یه مدار بیشتر خدمتون توضیح بدم که از قدیم هم بوده، این ایراد بزرگ این هستش که هنوز انتظاری که از نماینده ها وجود داره کارهایی هستش که بایستی طبق قانون دنیا توسط شوراها و شهرداری ها انجام بشه و شهرهای کوچیک به خصوص توقعات عجیبی دارن و جمع زیادی از نماینده ها رو چون تشکیل میدن وقتی وارد مجلس میشن مجبور هستن در واقع جوابگو باشن به خواسته های مسائل محلی اونها، اینا رو که باید در واقع شوراها و شهرداری ها باید تعیین کنن. و به خاطر هزینه های هنگفتی که این دوره 4 ساله و تضمین، یعنی در واقع تضمین اینکه 4 سال بعدم بتونن دوباره کاندیدا بشن بمونن تو مجلس رای بیارن، خیلی از وظایف اصلی که به عنوان قانونگذاری و نظارت باید بکنن به وزرا و مسئولین، اینها رو ازش ممکنه چشم پوشی کنن به خاطر اینکه خیلی از یا بخشی از این هزینه ها مثلا تامین بشه، یا اینکه در واقع تو عمل کسایی که ساپورتشون میکنن بدون دادن پول ولی مستقیم، ولی به هر حال به شکلای دیگه ساپورت اونها رو داشته باشن. این یک اشکال ساختاری هست که به فساد میکشونه خیلی از نماینده ها. البته صرفا شهر بزرگ و کوچیک نمیخوام اینجا تفکیک کنم، ولی در شهرهای کوچیک این گرفتاری بیشتر هست به خاطر اینکه اونها خیلی خیلی هزینه های بیشتر دارن، ولی در شهرهای بزرگ احزاب هستن و گروه های سیاسی بزرگتر هستن که در واقع هزینه ها رو تامین میکنن. و به احزاب میرسی، ولی چه نظارتی میشه بر شفافیت مالی کسانی که داوطلب نمایندگی مجلس هستند؟ متاسفانه اراده ای تو این زمینه هم وجود نداره، چون فرصت بوده که تو این زمینه مثلا آقای خامنه ای اخیراً یک دو سه سال هست که راجع به بحث مالی دارن صحبت میکنن، الان راجع به انتخابات مجلس میتونستن یک اوردر فرمانی رو بدن، رئیس قوه قضاییه هم اصلا با همین هدف، یعنی اولویت یک مبارزه با فساد مسئول کردن، راجع به مجلس هم میتونستن در واقع تو این زمینه تدابیر بیاندیشن. اما خودشون میبینین که در رأس لیستی که ارائه شده که آقای حداد منصور و آقای خامنه‌ای در خود دادن در سرلیستی به عنوان ادعای ریاست مجلس، آقای قالیباف رو آوردن که بزرگترین سوال هنوز راجبه شبهات مالی راجبه کاریشون مطرحه. این اراده البته وجود نداره و نمونهش هم همینه که شما میبینید راجبه همین سوالی که شما فرمودید بحث شفافیت، اخیراً همین چند روز هست که چون این مطالبه خیلی مهمی از طرف مردمه، یه قانون دوفوریتی آوردن تو همین بهمن ماه چند روز پیش ابلاغ کردن. شما ماده 9 ش هم اگه ببینید در واقع عنوانش هست قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، اونجا ماده 9 رو گفته هستن این شامل این مجلس انتخابات فعلی نمیشه. مهمترین چیزی که در واقع خواسته که دولت یعنی وزارت کشور بایستی تو ماده گفته که بیاد تمام ریز هزینه‌ها و درآمدها رو اونجا به مردم اعلام بکنه. بقیه مواردی هم که گفته شده، خب تو این 3-4 روز به اصطلاح خیلی محدودی که وقتی که باقی مونده، یه هفته که مونده، واقعا عملی نیست. پس اراده وجود نداره، اما
به نظر من بیشتر افکار عمومی هستن، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی هستن که نقش مهمی تا حالا داشتن. خود دولت هم در همین گذشته بودجه رو که یه مقدار شفاف‌سازی کرد نقش مهمی داشت که باید به سر جامعه مدنی به نظر میاد که اینجا باید بیشتر قدم بذاره وسط. در مورد شهرهای بزرگ که گفتید نماینده ها گاهی وقتا یا در خیلی از موارد از احزاب نمایندگی میکنه و حمایت مالی هم توسط احزاب میشه، احزاب پولشون رو از کجا میارن؟ احزاب طبیعتاً در ارتباط با جزئیات درآمدشون، مثل اون قانونی که همین چند روز دو فوریتی تصویب شد، راجع بهشون قانونی تصویب نشده متاسفانه، چون اساساً نگاه کلان به احزاب، خیلی باوری به احزاب وجود نداره که بخوام وارد جزئیاتش بشن. ولی اون چیزی که فعلا خیلی کلی گفته شده از طریق حق عضویت ها و کسانی یا مجموعه هایی که بخوان به عنوان هوادار اونها بخوان در واقع بهشون کمک بکنن. ولی در ارتباط با بحث انتخابات راجع به احزاب، یک مواردی تو این قانون اومده که همونطور که عرض کردم خدمتتون محدودیتای براشون درست میکنه، از جمله که مثلا گفته که چه افراد که مثلا 20% کل هزینه های تبلیغات رو بیشتر نمیتونن هر فردی بدن، ولی میگم اینا عملی نیست و بایستی برای سالهای آینده باید دید که چه اتفاقی میفته. ممنونم از علی اکبر موسوی خوینی، نماینده پیشین مجلس از ایالت مریلند آمریکا. به ما بعد از مرگ مرموز صدها پرنده در میانکاله مازندران، مسئولان محلی اعلام کردند بازار پرندگان فریدون کنار که در همان منطقه است تعطیل خواهد شد. اما این اتفاق نیفتاد و حتی به گفته مسئولان محلی تعدادی از پرنده های تلف شده در بازار فریدون کنار فروخته شدند. این بازار سالهاست که به یک کانون اصلی فروش پرنده های مهاجر بدل شده که به ایران پرواز میکنن و در ابعادی وسیع به صید گروه های شکار در میآیند. با وجود تلاش های فراوان برای مهار صید بیرویه پرندگان مهاجر در شمال ایران، شکارچی ها نه تنها مهار نشدند بلکه به صیدهای کلان و سودهای سرشار خود افزودند. سیاوش اردلان گزارش میدهد. مهاجرت برای پرنده یک راه بقاست، برای یافتن غذا و آب و هوایی بهتر. یک سفر پرخطر و اغلب بی بازگشت. برای بسیاری گونه های پرنده که به ایران می آیند، سفری پرشتاب به سوی انقراض. بحث شکار پرندگان نادر هست. گونه های ملی و بین المللی که اونجا هستن، مثل اردک بلوطی، مثل غاز پیشونه سفید بزرگ و کوچیک، مثل زنگوله بال و اینهایی که نظیر اینهایی که وجود داره، متاسفانه واقعا داره نسلشون از بین میره. یکی از کانونهای این نسل کشی در جهان اینجا در فریدون کنار است. ابعاد شکار پرنده ها در این منطقه مثل دامگاه ها و تورهایشان هر سال گسترده تر می شود. اینجا هست، مرجی محله هست، برزامله هست، اون برای سخروت هست، سیجارون هست، گلمله هست. اینا شبدون میذارن، نمیذارن که اینا بشینن. کشتار پرنده های مهاجر فقط در ایران نیست، اما کشتن 1.5 میلیون پرنده مهاجر تنها در فریدون کنار، آمار این کشتار در ایران را قابل قیاس با کشورهای دیگر خاورمیانه میکند. این پرنده ها در فریدون کنار خوش شانس ترند، گوشت آنها خوردنی نیست، از این رو سر از پارک پرندگان ایلیا در میآورند و در اسارت روزگار میگذرانند. خبرنگاران و فعالانی که با منطقه آشنا هستند میگویند این قبیل باغ‌ها بخشی از همان شبکه است که سوداگرانش بازار فریدون کنار را میچرخانند. چنین است که امسال بازار پرندگان فریدون کنار در کنار بازار ماهی فروشان و در مشاهده قابل تأمل اینجا در کنار پایگاه بسیج فریدون کنار فعالیت میکند. کسی داخل بازار پرنده ها حق فیلم گرفتن ندارد. امتحانش مجانی است، ولی میتواند دردسر ساز باشد. نیم نگاهی به داخل بازار فریدون کنار پرده از یک نسل کشی برمی‌دارد. یک موزه وحشت از لاشه گونه های رو به انقراض. آنچه اینجا می‌گذرد به گفته حقوقدانان غیر قانونی، به گفته دلسوزان غیر اخلاقی و بنا به استفتا از مراجع تقلید شیعه غیر شرعی است. پس استانهایی که خیلی قانونمند دارن این صید و برداشت رو انجام میدن، شاید یه عده به این فکر بیفتن که پس ما هم میتونیم تخلف بکنیم، چرا اینقدر به خودمون زحمت بدیم، چرا بریم طبق قانون عمل بکنیم، چرا بریم مجوز بگیریم. بعد اینجوری میشه که الان شده که این کج اخلاقی زیست محیطی در مورد صید و شکار پرنده ها و مخصوصا باز بگم صید، راه افتاده به تمام کشور داره رخنه میکنه.
فعالان محیط زیست در این منطقه جرأت عرض اندام ندارند و اذعان می‌کنند که یک پارچه نیستند. جمعیت دوستدار طبیعت یا محیط زیست هر کی ساز خودشو میزنه، همه دلشون میخواد خودشون گل بزنن تو دروازه. در نتیجه ما منسجم نیستیم، کارمون هم از پیش نمیره. گوشت پرنده اینجا با قیمت‌های 200 تا 300 هزار تومانی برای مشتری بی‌خبر عرضه می‌شود. یا مشتری بی تفاوتی که جز به خورشت آلو و اناردون با غاز شکم پر نمی اندیشد. با سودهای میلیونی و میلیاردی برای مافیای قدرتمند شکار. شب هم مهمون دارم، بچه های محیط زیستن که با بعضی از محیطبانان منطقه رفاقت دارند که میخوان بیان شب پیششون. من الان غذا رو آماده دارم میکنم. آقای آزادی بزرگم که دوستی ها و دوره همی های خطرناک، خطری بالقوه برای سلامت مردم. این همه ما بحث آمبولانس‌های فوق‌العاده پرندگان رو داریم، حتی خیلی از ماکیان رو مجبور شدن که امها بکنن، ولی از اون ور می‌بینیم که اینا که میتونن خیلی راحت ناقل آمبولانس‌ها باشن چون پرندن سیر مسیر هم دارن سیر میشن و میان در بازار فریدون کلان، رسما داره اونجا به اصطلاح توزیع میشه. پرنده‌ها گاه به اندازه وزن خود در روز حشره می‌خورند، موهبتی که نادیده گرفتنش هزینه دارد. میلیون ها میلیون از این پرنده اینجاست و داره در تمام طی روز حشره صید میکنه. خب این در کنترل آفات چقدر میتونه موثر باشه؟ وقتی پرنده کم میشه، به قول شما حالا نیاد، بعد آفات گیاهی ما سر برمیدارن، بعد ما محصول کشاورزی کمتری داریم، بعد ما باید سم بیشتری تولید بکنیم. تورهای هوایی در کنار انواع و اقسام دامها و راههای صید موسوم به کرس، گذر و دوماچال، خلاقیت های ذهن بشر برای نبردی طلبکارانه با طبیعت. بابا الان قصرگاه برید، چون برید کشترگاه 50 تا 100 تا گوسفند میگیرن سرش میبرن. این گناه نیست؟ روز هیچی نگن، روز 100 تا گاو دارن سرش میبرن. این گناه نیست؟ نگاه کن با بلوش اینجا بسته میشه کردن کنا. شکارچیانی که برای این سوداگران کار میکنند از تشبیه خود به داعش ابایی ندارد. خب؟ این الان دیگه میخواد چیکار کنی شما الان؟ الان گردن بزنی بابا شما واسه نار الان دایش شدی. شما میگن قصرگاه اونجایی است که داعش حمله میکنه، مسلمان ها رو داره میکشه. این پرنده ای که حلال خدا اینو فرستاد، حلال گوشته و ما داریم اقتصاد شهر خودمون و کاسبی امر معاش زندگیمون رو میچرخونیم، این اونجا قصرگاه نیست، اقتصاد مملکت است. سودهای برآمده از صید پرنده های مهاجر یک شبکه بزرگ گردش پول را در فریدون کنار ایجاد کرده، از رأس هرم تا صیاد و فروشنده خرد. من نکنم این آقا میکنه، وقتی این آقا داری میکنه، من اگر نکنم توی روستا توی همرنگ جواد نواشی این طرف میگن مثلا نگاه که مخش معیوبه. اگر یه مدیریت صحیح نشه، یک نظارت دقیق نشه، ما باید شاهد این باشیم که دیگه این گونه های نادر رو در مکانهای خودمون نبینیم. هشداری برآمده از این واقعیت که ایران یک قطعگاه دیگر پرنده های مهاجر و نمونه دیگر از رونق ناپایدار اقتصادی است. سیاوش اردلان، بی بی سی. اسماعیل کهروم، کارشناس محیط زیست از تهران با ماست. آقای کهروم، در گزارش سیاوش به جدیت موضوع به خوبی اشاره شد. آیا خطر تا این اندازه گسترده هست که مثلا کل چرخه و زیست بوم اونجا رو آسیب برسونه؟ کاملا تا به حال هم آسیب رسونده. شما فلسفه این شکارچی ها رو ملاحظه فرمودید، میگه این مساویس با صدها گاو و گوسفند که زب میشن و ما میخوریم. عزیز من، اینها پرنده های وحشی هستن، اونها رو ما بهشون میدیم میخورن، ازشون نگهداری میکنیم از نظر بهداشت و تغذیه و آب و دون. اینو شما براش چیکار کردی؟ پرنده ای که 3-4 هزار کیلومتر راه رو میاد، هنوز خستگی تو تنشه و تمام چربی مهاجرتی که سوختش هست مصرف کرده، به محض اینکه میاد درجه حرارت بدنش 45-6 درجه است، میره تو آب میاد، میره تو آب میاد، و شما اینو میگیرید. دیدی با چه وضعی بالشو در هم کرد و بعد رها کرد؟ کدوم وجدان اجازه این کارو میده؟ کدوم مذهب که شما دم از مذهب میزنید که حلاله؟ کدوم مذهب؟
چنین آزاری رو به جانوران روا میداره. شما فقط و فقط فکر منافعتون هستید و در سایه یک محیط زیست بسیار منفعل و ضعیف غیر از این هم کاری پیش نمیره. شما میفرمایید که NGOها عمل نمیتونن بکنن. یک سازمان محیط زیست منسجم میخواد که این NGOها زیر سایه اون فعالیت بکنن، وقت موفق میشه. آقای کهرم، شما موضوع رو از نزدیک دنبال کردید. بسته شدن بازار پرنده فریدون کنار مطرح بوده، چرا عملی نشده؟ ملاحظه بفرمایید قربان، در میانکاله جناب استاندار و خیلی از مقامات محلی مثل همین آقای ابراهیمی کارنامی مدیر کل مازندران حضور داشتن و قرار شد و دستور دادن که بسته بشه. این دستور 10 دقیقه اعتبار نداشت و اجرایی نشد. میفرمایید چرا؟ عرض میکنم به خاطر اینکه بسیاری از مقامات استان دستشون رو بردن بالا، تصمیم گرفتن تسلیم بشن در مقابل خواسته ناحق و غیر قانونی و غیر شرعی این بهره برداران از پرنده ها. اونها میگن این معیشته. معیشت کیه؟ اینها تمامشون در فریدون کنار زمین هایی دارن که یکی از بهترین انواع برنج دنیا رو تولید میکنه. شما هنوز هم در تهران یا شهرهای بزرگ دیگه تشریف ببرید، برنج فریدون کنار همیشه یه رتبه بالا داره. نیازی به این بود که شما برید و این پرنده ها رو به این وضع فجیع بالشون رو در هم بکنید. بنده صدای شکستن بال اینها رو وقتی در هم میکنن شنیدم. کدوم قلبی، کدوم وجدانی، کدوم دینی چنین چیزی رو اجازه میده؟ آقای کهرم، در گزارشش سیاوش به خورشت آلو و غاز شکمپور و این چیزها هم اشاره شد. مردمی که خریدارند اطلاع کافی ندارن، اطلاع رسانی نشده، از نظر فرهنگی اینطوره یا خیلی براشون مهم نیست و متوجه عواقب کار نیستند؟ من اجازه بدید با تمام احترام و علاقه ای که به مازنی ها همسایه تهران که شهر منه احتیاج دارم، من این رو عنوان میکنم که خریدار اینها، این مرغ ها که از قم میاد، از عراق میاد، از کویر میغان میاد، از شهرهای گیلان میبرن در فریدون کنار رو میفروشن، خریدارش خود مازنی های عزیز ما هستن، چون عادت کردن با این غذاها. شما یه دونه اردک یا مرغابی یا قاز و چنگر رو بدید دست یه تهرانی، بلد نیست این رو درست بکنه، ازش مرغ ترش درست بکنه، بلد نیست، بو میده، هنوز بوی زهر میده. مثل یه شکارچی است که عادت کرده به این که توی فریزرش همیشه گوشت شکار باشه. ما این کسان رو دیدیم، دستگیر کردیم در گذشته. نگفت این فریزر باید پر از گوشت شکار بشه. مازنی های عزیز ما در اطراف فریدون کنار به خصوص به این سیستم عادت کردن و عادت بسیار نامطلوب و ظالمانه ایه. ممنونم از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست از تهران با ما. علی عظیمی خواننده و گلشیفته فراهانی بازیگر و هنرمند ایرانی آهنگ جدید اجرا کردند که مرز پرگوهر نام دارد. قطعه ای که با حسابی از نگرانی ها درباره اوضاع ایران است. این آهنگ رو در آخر برنامه 60 دقیقه منتشر میکنیم. فعلا رهی رضوانی هنرمند ایرانی ساکن هلند که این موزیک ویدیو رو طراحی کرده و کارگردانی از آمستردام هلند با ما هست. آقای رضوانی، من اول میخواستم از شما بپرسم که چطور ایده این کار به این شکل و اجراش به ذهن شما رسید؟ با سلام و عرض ادب، علی اولین کلیک این کار رو زد. اون آهنگ رو ساخته بود، با گیتار توی خونه زده بود، فرستادش برای من. بعد من طی چند روزی که با این آهنگ درگیر شدم و دیدم که متریال خیلی قویه و دیدم که خیلی کار خوبی میتونه بشه و علی به من گفتش که با خانم فرهانی در تماس بوده و خانم فرهانی هم
کانکت شده با این کار و ما آقای پیمان سلیمی رو هم داشتیم که تنظیم کننده این کار بود. چهارتایی تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم بدون هیچ برنامه خاصی. فکر کردیم که چهارتا تقریبا همسن هستیم، هم نسل هستیم، فکر کردیم شاید این کار بتونه یه کادویی باشه، یه نمیدونم چی میشه گفت بهش، به خاطر همدردی با تمام اوضاع و احوالی که الان برای هر کدوم پیش اومده. آقای رضایی، یه بخش خیلی کوتاهی از این اثر رو میبینیم، بعد من دوباره برمیگردم، سالهایی دارم که ممکنه این بخش کوتاه کمک بکنه به مطرح شدن اونها. وای سرزمینم، کی میشه ببینم این خوشی، تو بگیرم دیگه وقتشه که پاشیم، از بیخ بریدن رست تو کشیدن، ای جان این جایگاه تو نیست، دستا تو بستن قلب تو شکستن، این وست سزاوار تو نیست، ای مرز برگ و هر، جبر جغرافیایی توف به این سرنوشت، آقای رضوانی، المان هایی که در این اثر به کار رفته مفهومشون چیه؟ یک زن و مردن که در هر کدوم در یک سلول به نظر میاد تاریک و شاید نمور گرفتار هستند و یکیشون هم موسیقی میزنه. ببینید، من شاید بهتر باشه که بگیم که این یه کار هنریه و بعد به دید هنری بهش نگاه کرد، چون همه بچه‌ها که این کار کردن همشون تقریبا هنرمندن تا تفسیرگر اون قضیه. راستی قضیه اینه که اینا رو شاید من سلول اسمشو نذارم، من اتاقایی میذارم که باعث جدایی ما از هم شده، چون اسم آهنگ مرز پرگوهره و من حس میکنم که مرزهایی که ما به صورت دونه دونه بین خودمون به وجود آوردیم، به عنوان انفرادی دور خودمون تک تک به عنوان ایرانیان به وجود آوردیم، باعث شده که ارزش مرز پرگوهر رو از دست بدیم. من فکر میکنم که همه ما مسئولیم که این لاین رو که اگر تا آخر کلیپ ببینیم از بین ببریم، تا اینکه بتونیم اون ارزش واقعی مرز پرگوهر رو بفهمیم. و علت این که خانم فرهانی دعوت شدن و خیلی خوشحالم که این کارو کردن این بود که با علی به این نتیجه رسیدیم که این صدا باید هم توسط یک مرد و هم توسط یک زن گفته بشه، چون من فکر میکنم که ملت ما شاید همیشه، توی کشور ما شاید همیشه به زنها به اندازه مردها بها داده نشده، برای همین فکر کردم که حتما باید دو تا باشه، دو تا اتاق یک جا که با لاین از هم جدا شدن، چون اگه بخوایم اسم سلول یا چیزای اینجوری رو روش بذاریم شاید خیلی تاریک بشه، ولی من فکر میکنم که تاریکی که روی کشور ما افتاده برای الان نیست و این تاریکی باید توسط خود ما دونه دونه، توسط افکار ما دونه دونه باز بشه، چون این تاریکی صحبت چند صد ساله، صحبت دیروز و امروز نیست. ولی بعضی از المنت هایی هم که توش استفاده کردیم برای زمان حال بود، زمانی که الان توش هستیم، و سعی کردیم که یک جوری بتونیم اتفاقایی رو که الان توش هممون غمگینیم و به مخاطبا ارائه بدیم، و احساس یک جوری احساس همدردی ما چند نفر بود با
جامعه. خب این همدردی نوع اعتراض هم هست، چون شما فرمودید که در ابتدا هم خب نوعی همدردی با شرایط موجوده، ولی مرز دارید، مرز پرگوهر دارید، جدایی ها هست، یک فضای تیره و تاریه که نمیخوایدم خیلی تیره و تار باشه. حرفتون چیه در این موزیک ویدیو یا حرف ستاتون در حقیقت؟ ببینید اصل قضیه اینه که اون تاریکی رو آخرش به نور سعی کردم من تبدیل کنم، چون اگر که تاریکی نبود ما ارزش نور رو نمیفهمیم. ولی من فکر کنم که اگر که تایم ویدیو رو نگاه کنیم، تایم تاریک بودنش خیلی بیشتر از اون نوریه که در تهش میاد. خب این نشون میده که ما زمان خیلی زیادی رو داریم تو تاریکی به سر میبریم و تمام خلاقیت ها، تمام موجودیت ها، تمام تالنت ها، تمام چیزایی که داریم و دونه دونه از دست دادیم. ولی این دو نفر آدم رو که به عنوان سمبل زن و مرد، یک زن و مرد ایرانی توی این قصه من قرار دادم، در اصل با افکار و با اون چیزهایی که خودشون داشتن از هم جدا شدن و سعی کردم که آخرش به هم برسونمشون و یکی کنم. یعنی یکی شدن رو در یک چیزی سعی کردم نشون بدم و توی شعر علی هم همینه که هممون باید جمع شیم به خاطر مرز پرگوهری که هممون بابتش خیلی پافشاری میکنیم هممون دوستش. بسیار ممنونم از رهی رضوانی، عکاس، کارگردان و طراح موزیک ویدیو از آمستردام هلند با ما. برنامه 60 دقیقه به پایان میرسه. این برنامه رو با آهنگ مرز پرگوهر به پایان میبریم. ما جنگ کم ندیدیم، رنج کم نکشیدیم، به خرافات و مهمل دیگه گوش نمیدیم، فیوز هامون پریده، این گله رمیده، شاه تو کیست؟ این گرگ های دریده یا جان های بلب رسیده؟ ای گرگ اینجا شکار راه تو نیست؟